با شما هستم. الو، بفرمایید. سلام علیکم. سلام خانم، بفرمایید. خسته نباشید خانم دکتر. الان شوهر من داره صحبت‌های شما رو گوش میکنه. خب ما حدود 9 سال ازدواج کردیم. بعد شوهرم یه مقدار بی‌تفاوته نسبت به زندگی و تمام زندگی شده اخبار و تلویزیون. یعنی یه عادتی پیدا کرده که کلن شب و روزش رو گم کرده. یعنی عادت داره تا 4 و 5 صبح تلویزیون میشینه، تا 12 ظهر میگیره میخوابه. خب حالا بذار بقیه روزم دیگه وقتی برای کار کردن نمیمونه. بذار من چند تا سوال. همین همیشه توی کارش ناموفقه. خب بذار من چند تا سوال ازت کنم. شما اول گفتید 2 سال ازدواج کردی؟ نه 9 سال. 9 ساله. خب او الان چند سالشه؟ 48 سال. 48 سال. موقعی که شما با او ازدواج کردید او چه کاره بود؟ چقدر او رو میشناختید؟ چقدر موفق بود؟ شغلش آزاد بود، یعنی کاراش رو قبلا کرده بود. این 7-8 سال توی کارش خیلی ناموفق بوده همیشه. یعنی قبلا چه کاره بود؟ چه میکرد؟ قبلا شغلش آزاد بود، 3-4 تا شغل عوض کرده بود. شما مجبورین یه ذره بلند صحبت کنید چون باران بسیار شدید اینجا میباره و سقف این استودیو خیلی نازکه. صدای بارش باران شنیدن شما رو برای من سخت میکنه. بفرمایید. یعنی شغلش آزاد بود. خب دیگه 3-4 تا شغل عوض کرده بود، کارهای مختلف. یه سوال، اولا شما بچه دارید یا ندارید؟ بله. آها، اون وقت با کارهای بچه ها درگیر هست، کمک میکنه، همراه یا نه؟ تو اون کارم هیچ کار نمیکنه. چرا؟ به دخترش کمک میکنه، یعنی تو درس دادن اینا کمک میکنه. اون تا یه مقدار آدم سرد و بی‌تفاوتیه. آیا شما زندگی رو کی میچرخونه؟ او یا شما؟ از چه نظر؟ از نظر مالی. نه از نظر مالی اون میچرخونه. پس چطور میگین هیچ کار نمیکنه؟ خب یه اندوخته یه گوشه داره که از اون داریم میخوریم. شما در ایران زندگی میکنی؟ بله. آها، بنابراین او زندگی مالی رو با اندوخته خودش میچرخونه. آیا این بله. اندوخته آیا این اندوخته قادر هست که تا مثلا سالهای پیری شما رو به چرخونه یا نه؟ حالا چیزی روش ننوشته چون ما بیمه نداریم، کارش اونجوری ساپورت نیست. شما مشکلت اینه که اینکامتون کمه یا مشکلت اینه که یه مردی حالت بیمار به خودش گرفته و هیچ کار خلاق تولیدی که نشانه شوق و ذوق و زندگی باشه از خودش نشون نمیده؟ مشکلت کدومه؟ همین، این هست؟ دومی؟ بله بله. یعنی نگران پول نیستی، نگران اینی که این آدم چشه که اینجوری بی تفاوت یه زندگی مثل آدم افسرده رو داره میگذرونه؟ بله بله. یه زندگی که بهش میگن پسیو لایف یا یه زندگی کاملا منفعلانه. تلویزیون که اون نگاه میکنه، خیلی وقتا تلویزیون داره اونو نگاه میکنه، حتی اون کارم نمیکنه. خوابم که هست که خب کاری داره نمیکنه. بنابراین در عمل یه آدمیه که شوق زندگی رو، شور زندگی رو از دست داده. بله، یه مقدار افسردگی داره. مثلا خب گوش میدین به حرف من؟ بله. به حرفای من گوش میدین الان؟ پس به حرف کی دارم گوش میدم؟ ببینید خانم دکتر، مثلا الان ما میگم حدود 9 سال ازدواج کردیم. من از این وضعیت خسته شدم که ساعت 4 صبح من میبینم این نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. بعضی وقتا حواسش به تلویزیون نیست، داره چرت میزنه، ولی میگه من عادت کردم نمیتونم ساعت 12 یه سوالی بکنم بله. ایشون اعتیادم داره؟ نه اصلا به هیچی اعتیاد داره، نه اهل خلافه. اوکی، نه اعتیاد داره نه اهل خلافه.
نه. خیلی خوب. سوال بعدی اینه که زندگی سکسی شما چطوره؟ تقریبا سرد. تقریبا سرد. بله. آیا یکی از گله های شما اینه که شب موقعی که دوست دارید به تخت برید همسرتون با شما باشه، او تو پای تلویزیون نشسته، صبح که شما بلند؟ الان دیگه نه خانم دکتر. یعنی چی؟ یعنی الان منم دیگه به این مسئله بی تفاوت بدم. ولی اوایل چرا دوست داشتم اینجوری باشه، ولی ما الان خوابمونم جدا. محل خوابتونم جداست. بله. اون وقت تو زندگی شما کجاش خوبه؟ آیا رفیق همین؟ آیا احترامتون به جای خودش هست؟ آیا اعتمادتون به جای خودش هست؟ چی شما ها رو با هم نگر داشته؟ خب بیشتر زندگی رو بچه نگه داشته دیگه. چیه؟ بچه. زندگی ها بچه نگه داشته؟ اکثر زندگی ها همین جور هم دیگه. یعنی اگه بچه نبود شما میرفتی رای خودت و هم میرفت رای خودش؟ شاید. آها. این آقا شما گفتی الان داره به برنامه من گوش میده، احتمال زیاد. آخه گفتی که داره گوش میده، احتمال زیاد چیه؟ اون که الان پیش من نیست. الان چیه؟ الان شهر دیگه است، پیش من نیست. آها، الان شهر دیگه است. چون فکر کردم پیش شماست، گفتم که من با او صحبت بکنم. شما از اولی که با او ازدواج کردید متوجه این حالت بی‌تفاوتی او نسبت به زندگی شدید یا این به تدریج بیشتر شده؟ نه، از موقعی که اون، چون ما دو سه ماه بیشتر نامزد نبودیم، بعد یه حدوداً شاید از موقعی که نمیدونم یه چند ماه بعد از ازدواج و کارش بیشتر روی افسردگیش اثر گذاشت، چون یه دو سه تا کار همزمان انجام داد که همش هم با ضرر مواجه شده بود. آها، یعنی شما فکر میکنی بعد از چند بار ضرری که کرد گرفتار یه نوع افسردگی شد؟ بله. و همین الان هم خواهم دوستو بعض وقتا خیلی خوبه، بس بگی داره خودش بخواد چجوری باشه. آها، این جمله که داری میگی تو کار برای من سخت‌تر میکنه. اینی که میگی بعضی موقع ها خوبه یعنی چی؟ یعنی بعضی موقع ها میخنده و میگه و شنگوله و یهو هم اگه دوستاش رو ببینه، با دوستاش رفت آمد کنیم خوبه، ولی وقتی میاد تو خونه. حالا سوال بعدی من اینه که آیا همین وضعیتی که تو خودشه به تدریج بیشتر و بدتر داره میشه یا نه؟ الو، شما مثل که قطع کردید یا قطع شدید. ببین، من با این تصویری که شما دادید احساسم اینه که همسر شما احتمالاً گرفتار یه افسردگیه. نوع افسردگیش از چه نوعیه من نمیدونم. اگر واقعا ربط به شکستهای شغلیش داشته باشه، اسمش افسردگی موقعیتی یا سیچویشنال دیپرشنه، که برای این او میتونه از طریق ورزش، دارو درمانی و بعد روان درمانی مشترکن این بر این حال خودش فائق بیاد. اگر وضعیت او یک افسردگی ژنتیکه که در خانوادهشون هم بوده، وجود داشته، احتمالاً با بالا رفتن سن و افت هورمون تستوسترون که 48 سالگی تقریبا دیگه اتفاق میفته، احتمالاً این افسردگی ژنتیک فعالتر شده در این چند سال اخیر. و بهترین کاری که شما میتونید برای او بکنید و خودش برای خودش بکنه اینه که با یک روانشناس یا یک روانپزشک مشورت کنید و ببینید که چه میتونن بکنن. مطلقا منتظر نشین، چون این حال مثل مستأجر سمج، اگر ریشه بدونه در اون خانه، در وجود شما افسردگی، راحت نمیشه ریشه کنش کرد. هر چه زودتر باید برای او چاره کرد. چون مولانا یه قصه ای داره که من اینو به افسردگی تشبیه میکنم، همیشه میگه یه مردی بود در خونش یه تیغی در اومد و این تیغ
دائم دست و پای این پیرمرد رو زخمی میکرد. وقتی دوستان میدیدن میگفتن بابا خب این تیغو بکن بنداز دور، میگفت حالا میکنم، حالا میکنم. هر چی زمان میگذشت تیغ ریشش عمیقتر در خاک فرو میرفت و بزرگتر میشد و پیرمرد مسنتر. آخر دوستی به او رسید و گفت هیچ دانی که هر قدر زمان بگذرد خار قویتر و خارکن ضعیفتر می شود. بنابراین افسردگی هم اینطوریه، باید زودتر ریشه کنش کرد. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم دکتر فرنو